فرهان، فرهان، حال تو را چطوره؟ بلال چی گفت؟ حال تو را خوبه مگه نه؟ فرهان تو چرا حرف نمیزنی؟ فرهان چی شده؟ حرف بزن دیگه، یه چیزی بگو فرهان. حال تو را خوبه؟ خدایا شکرت، دیگه جونش توی خطر نیست. خدایا هزار بار شکرت. ولی بچم چی شده؟ اون نجات پیدا نمی کنه مادر. زرین بچه منو کشت. بالاخره موفق به این کار شد. صبور باش پسرم. بچه‌مو نتونستم نجات بدم مادر. بچه‌مو نتونستم نجات بدم. صبور باش پسرم. صبور باش. شما خانواده بیمار هستین؟ رئیسم داره ازتون سوال میپرسه. زود بگین شما چه نسبتی با بیمار دارید؟ بله من شوهرشم و ایشونم مادر شوهرشه. پس مسئله خانواده شوهره. از بین شما دوتا کی روش اسید باشیده؟ شما چی داری میگی؟ حتما براتون سوء تفاهم پیش اومده. تو ساکت. این که مجرم واقعی کیه اونو خودمون پیداش میکنیم. بذار قربانی به هوش بیاد. هوای بازداشتگاه به دماغت بخوره، اون وقت میفهمی چه خبره. بیمار هنوز به هوش نیومده. تو کی هستی؟ دکتر بلال. بیمار به خاطر داروهای سنگین تا فردا صبح به هوش نمیاد. باشه، ما میریم. قربانی به هوش اومد به ما اطلاع بدین. حتما. چی شد؟ سارا بچه؟ صبور باش پسرم. مادر بچم. همین الان از این خونه برو بیرون. اینو ببینید، این تلاش میکنه که بچه رو بکشه.
بعد از خراب کردن زندگیت بازم راحت نشدی؟ حالا میخوای جون اون طفل معصومو بگیری؟ تارا! 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 اینو ببینید، این تلاش میکنه که بچه رو بکشه. نتونستم یه شوهر خوب بشم و ازت محافظت کنم. و نتونستم یه پدر خوب بشم تا بچم رو نجات بدم. گیتی اگه با هم باشیم این بدشانسی میتونه تبدیل به خوششانسی بشه. مامان دارم بهتون میگم توی بیمارستان حتما پلیس میاد و اون منحوس در جا جلوی پلیس اسم زرینو به زبون میاره. دختر تو چرا روزه ای سکوت گرفتی؟ یه چیزی بگو دختر. من چی بگم مامان؟ دختر من از دیشب دارم میبینم که تو رفتارهای عجیب و غریب داری انجام میدی. تو چه شده؟ مامان نگران من نباشید، نگران خودتون باشید. اگه من زندان برم پس شما هم با من میرید، حتی اینم با من میره. پس عزیزا کی برام آورده؟ زرین دختر تو چه شده؟ این چه حرفیه که داری میزنی؟ مامان این ما دوتا رو به کشتن میده. به نظرم دیگه بریم خونه. ساکت باش پسر احمق، به خاطر تو به این حال روز افتادیم. ببین دخترم، عزیز دلم، به من بگو که توی ذهنت چی میگذره؟ هیچی مامان. مامان دارم میگم به حرفم گوش بدین، بریم خونه. خب این حرفا رو ول کنید، چای میخوریم. من میرم چای درست کنم بعد میشینیم و حرف میزنیم. وا زارین، مامان من حس میکنم این دیوونه شده. تو ساکت شو، به خاطر تو به این روز افتادیم احمق خان. دیگه کم کم دارم میترسم. خب آقا، بیمار به هوش اومد یا نه؟ قربان، به نظرتون این بیهوشی دیگه زیادی نشد؟ خب دکتر، وضعیت داخل چطوره؟ بیمار به هوش اومده؟ بیمار به هوش اومد، اما دلش میخواد شوهرشو ببینه. کجا داری میری داداش؟ اینجا بیمارستانه. اون قربانی که توی اتاقه فعلا گرفتن اظهاراتش مهمتره. آره در زن ما مثل شما بیکار نیستیم،
که هر روز برای گرفتن اظهارات اینجا توی بیمارستان سرگردون بشیم. مگه نه قربان؟ کاملا درست گفتی شریف. فعلا ما بریم داخل اظهارات قربانی رو بگیریم. بالاخره باید بفهمیم که مجرم واقعی کیه. بریم قربان. حالش چطوری؟ بهتره. چقدر دنیا ظالم شده. هر کسی باهات این کارو کرده فقط اسمشو بگو، بدون هیچ گونه ترس و بدون هیچ گونه فشاری. آره آقا کاملا درست میگه. شما اصلا نیازی نیست از کسی بترسید. قانون با شماست خانم. من شوهر من دیدید قربان؟ شوهرش روش اسید پاشیده. من که بهتون گفتم مجرم اصلی اونه. نه اینطور نیست، شما اشتباه فهمیدین. شما لطفاً شوهر منو صدا بزنید. ببین با اون بعدن میتونید حرف بزنید. فعلا شما باید اظهاراتتون رو بدین. باشه. هی. بله قربان. تو فعلا دهنتو ببند، بذار خودش حرف بزنه. خب بگین کیه؟ بله اسمشو بگو. بگین خانم. اون دیگه میریم. بریم شریف. چشم قربان. تارا منو ببین. تارا با تو هم. تارا سب کن مادر. تارا می سوزم مادر جون. صورتم داره می سوزه. تارا چی شده؟ مادر جون فرهاد به امبولانس زنگ بزن. مادر جون صورتم داره می سوزه. مامان تارا رو ببینید. ببینید چطور داره زج میکشه. خیلی دارم لذت میبرم. اینجا هیچکی نیست دخترم. وای مامان ببینید اونهاش. بهش بگید از اینجا بره، وگرنه حالشو از این بدتر میکنم. و فرهان فقط مال منه. اون نمیتونه از من بگیرتش. از این بدترش میکنم. نمیبینی داره زج میکشه؟ همینجوری درد بکشه. خیلی دارم لذت میبرم. خیلی لذت میبرم. من با دکترش حرف زدم، تو نگران نباش.
اسم بچه چیه؟ قربانه. اسمش ارسلانه. قربان، اون بیچاره بدبخت به خاطر بچه دروغ میگفت. از یه سمتی خانواده شوهرشه، از سمتی هم بچه هم پیش ایناست. آخه چطور بتونه راستش رو بگه بیچاره؟ راست میگه، با اینا نمیشه کاری کرد، چون بر علیهشون هیچ مدرکی نیست. شریف، ما دیگه اینجا کارمون تموم شده، میریم. خب دیگه، ما میریم. خداحافظ. بفرمایید. بریم شریف. وای خدا یا شکرت. لطفاً منو ببخش فرهاد. من نتونستم تو رو خوشحال کنم. نه خیلی تارا، تو دیوونه شدی؟ بعد این همه اتفاق بازم نگران خوشحالی من هستی؟ بهت قول میدم زرین باید حساب هر قطره اشکی که از چشم درآورده رو پس بده. نه فرهاد، تو دیگه هیچ کاری نمی کنی. بس کن تارا، بس کن. این بار نمیذارم تو دخالتی بکنی. خیلی هم به حرفت گوش دادم، به همین دلیل به این حال و روز رسیدی. فقط و فقط به خاطر بچه‌مون. اما تو هنوزم داری به اون فکر میکنی. همین جوریشم اونو از پلیس نجات دادی و خیلی لطف بزرگی بهش کردی. تارا، من بیشتر از این اجازه این کارو بهت نمیدم، چون اون لیاقتشو نداری. ازت معذرت میخوام. آیا نکاح یه پیوند قوی آجاقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. یه عشق تم نکرنا، یه راگ ہی لگا ہے، دفن خود کرے ہے پھر ساد بھی منائے. مامان، به نظرت فرهان جذاب به نظر نمیرسه؟ آبجی هستن، گوشیشو جواب نمیده. من بهتون چی میگم و شما دارید چی میگید؟ دارم بهتون میگم که فرهان چقدر. آبجی گوشیو جواب بده. به کی دارید زنگ میزنید؟ دخترم، میخوام حال تارا رو بپرسم. مامان، اون که خیلی وقت مرده، شما بهشون زنگ نزنید. دعا کن که اون زنده بمونه، وگرنه فرهان تو و منو راحت نمیذاره و تو رو مستقیم زندان میفرسته. زندان؟ مامان، من نمیخوام زندان برم. من خیلی از زندان میترسم. من نمیخوام زندان برم. شما با من بیایید. آره دخترم. مامان خونه شما میریم، فرهان خونه شما نمیتونه بیاد. ما خونه شما میریم. باشه؟ کجا؟
ساکت، اگه یه کلمه دیگه بگی همینجا ولت میکنم و میرم. نه خیر ماما، شما منو ول نکنید. من نمیخوام زندان برم. من خیلی از زندان میترسم. من زندان نمیرم، میخوام با شما برم. شما منو ول میکنید و نمیرید. ما زندان نمیریم، ما خونه شما میریم مامان. ما با هم میبونیم، ما هر جایی بریم با همیم، با هم هستیم همه جا. تو داخل نمیای پسرم؟ باید پیش تارا باشم. شما هم برین استراحت کنین. اونهاش داداش فرهان و خاله برگشتن. یه کاری کنین، با گریه و زاری، با هر چی، فقط اونا رو راضی کنین. این آخرین گزینه ماست. زرین کجاست؟ مامان اونو ول کنین، اون اصلا تو حال خودش نیست. شما برید باهاشون حرف بزنین. آره تو راست میگی، اما آبجی اصلا حاضر نیست حرفی رو بشنوه و قبول کنه. وای چرا همش پیش خودتون فکر میکنین؟ برین باهاش حرف بزنین دیگه، اون وقت میفهمیم. یه ذره عصبانیتشو خالی کنه بعد همه چی درست میشه. فقط حرف بزنین. لطفاً بذارین بگین که از اینجا بره. دیگه تو این خونه نمیتونم اونو ببینم. اون اصلاً حرفی نذاشته که ازش دفاع کنم. من با چه رویی واسطه اون بشم؟ خدا شاهده که من از ته دلم میخواستم اونو خونه زندگیشو سرسامون بدم. نمیخواستم زندگیش از هم بپاشه. شما هیچ تقصیری ندارید مادر، موضوع خواستن شما نیست. هر اتفاقی که افتاده خود زرین مسئولشه، نه من و شما. واسه همین شما نیازی نیست از وجدان داشته باشین. من میدونم آبجی، شما از من دلخور هستید. آدم از عزیزاش دلخور میشه. عزیزا همچین کاری نمی کنن. کاری که دختر تو کرد. شما درست میگید، اونم خیلی شرمنده است. چی؟ شرمنده؟ نصرت شرمنده اون آدمی میشه که توی سینش قلب باشه و برای عزیزاش حسی داشته باشه، اما زرین نه قلب داره نه احساس. باشه اگه برای چند ثانیه من قبول کنم که اون شرمنده است، چه فایده داره؟ اون کاری که میخواست انجام داد. مادر شما چرا باشون حرف میزنین؟ چرا مستقیم تصمیممونو بهشون نمیگیم؟ چه تصمیم پسرم؟ اینو مادر بهتون میگه. آبجی اون اشتباه کرده. آبجی شما با فرهان حرف بزنید. آبجی اون اشتباه کرده، لطفاً ببخشیدش. آبجی شما بزرگترشید. مامان بهم کمک کن. مامان من خیلی میترسم. مامان بهم کمک کن. بهم کمک کن مامان. کمکم کن مامان. کمک کن. تو ترسیدی؟ تو خیلی منو پاسی دادی.
اما دیگه نه، تو قاتل بچه منی. تارا اون مرد؟ من اونو کشتم. ازم دور باش.